من بانوی اول نیستم همسر رهبر جمهوری اسلامی بانوی اول است اظهار نظر جدید جمیله علمالهدا، همسر رئیس جمهور که با انتقاد و واکنش در رسانه های اجتماعی همراه شد با هم ویدیو رو ببینیم لازم است که برای شما توضیح بدم که در سختار جمهوری اسلامی بانوی اول همسر رهبر معظم انقلاب هستم سالهاست که آرزو میکنم بتونم برای انتقال خاطرات ایشون کاری بکنم کاربران از تیفهای های مختلف از این صحبت های جمیل علم الهدا انتقاد کردند. از مخالفان حکومت و منتقدان دولت گرفته تا خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسدار. جلیل محبی روحانی حامی حکومت صحبت های همسر رئیسی رو با تن و کنایه متأثر از سریال های ای دونسته و به او توصیه کرده که از این دست فیلم ها زیاد نبینه. این کاربر هم معتقد همسر رئیس جمهور ساختار جمهوری اسلامی رو نمیشناسه و مفهومی رو مطرح کرده که به این ساختار نمیچسبه اما تصنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران هم در مطلبی با عنوان دلسوزانه با خانم علم الهدا از همسر رئیسی انتقاد کرده تصنیم نوشته جمهوری اسلامی شبیه دموکراسی های غربی نیست و نسبت های فامیلی هم مثل بانوی اول در اون قابل طرح نیست تصنیم از دختر امام جمعه مشهد و همسر رئیسی خواسته از طرح بحث های حاشیه‌ساز برای دولت خودداری کنه اما در واکنشی کاملا متفاوت طیفی از کاربرها به طور کلی از استفاده عبارت بانوی اول انتقاد کردند از جمله این روزنامه نگار آزاده مختاری که نوشته وظایف بانوی اول در کشورها به عنوان نمادی از قدرت متفاوته و گفته بانوی اول بودن فقط نام نیست و وظایف مهمی به همراه داره از جمله حمایت از حقوق زنان کودکان و خانواده ها و حتی حمایت از فرهنگ و و سلامت جامعه صاحب این حساب کاربری هم به مسئله زنان و حقوق آنها در قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرده و پرسیده آیا بانوی اول یا دوم در ایران بدون اجازه آقاشون میتونست پاسپورت بگیره؟ حق طلاق داره؟ اگه آقاشون راضی نباشه میتونه درس بخونه و کار کنه؟ بانوی اول حق ارسش از اموال پدرش با برادرش مساویه؟ برخی از کاربرها هم با این موضوع شوخی کردن مثل این کاربر که نوشته به جمیله بگین بانوی اول مال کاخ سفیده واسه بیت رهبری میشه منزل اول گروه دیگه از کاربرها هم به این بهانه می نویسن اگه بانوی اولی هم قرار باشه در کار باشه اونها مادران دادخواه و زنان ایرانی دربند و کسانی هستند که در مقابل سیستم ظلم و زور ایستادگی کردند و حکومت رو به چالش کشیدند. کاربرها نام کسانی مثل مادران ستار بهشتی، محسا امینی، نیکا شاکرمی، محسن شکاری و مادران دیگر جانباختگان باختگان ها و همینطور مادران کشته شدگان جنگ با عراق رو یادآوری می کنند و نهایتا این واکنش که نویسنده اون خطاب به جمیل علم گفته اینکه در نهایت تواضع میفرمایید بانوی اول نیستین یعنی حتما بانوی دوم هستین این کاربر نوشته بانوی اول عنوانی شایسته مادرانی است که از جگرگوشه هاشان گذشتند تا شما امروز بر کرسی بادآورده خانومزادگی بنشینید و تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما هم بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخشهای مختلف خبری شما هم میتونید با ارسال ویدیو و پیام به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید شما میتونید به شماره‌ای که روی صفحه می‌بینین با ما در واتساپ و تلگرام در تماس باشین در ادامه این بخش هم برمیگردم به همکارم پریسا هم.